بردهداری یکی از رفتارهای ضد انسانی است که هموار حکومتها و دیکتاتوریهای سابق در طول تاریخ به خاطر انجام آن مورد انتقاد قرار گرفتند و در تاریخ لکه سیاه به شما می رفته. اما بررسی های انجام شده نشان می دهد که این پدیده در دوران معاصر نیز به شیوه دیگر وجود دارد که به آن بردهداری نوین گفته می شود. در همین راستا سازمان ملل متحد در گزارشی نسبت به افزایش بردهداری در جهان مدرن هشدار داد. سازمان بین المللی کار ILO پس از انتشار گزارش بردهداری مدرن اعلام کرد تعداد افرادی که برخلاف میل خود مجبور به کار یا ازدواج شدند در سالهای اخیر به حدود 50 میلیون نفر افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز در این باره نوشت به گفته ای آژانس وابسته به سازمان ملل متحد بحران هایی مانند همهگیری کووید 19 در گیری های مسلحانه و تغییرات آب و هوایی منجر به اختلال بی سابقه در اشتغال و آموزش و در عین حال تشدید فقر شدید و مهاجرت اجباری شده است در مقایسه با آخرین شمارش در سال 2016 تعداد افرادی که گرفتار بردهداری مدرن هستند حدود 9.3 میلیون نفر افزایش یافته که بیش از 3.3 میلیون نفر از آنها کودک هستند و 22 میلیون نفر نیز به خاطر ازدواج اجباری روزگار سختی را سپری می کنند. سازمان بین المللی کار می گوید بیش از نیمی از کار اجباری در کشورهای با درآمد متوسط یا با درآمد بالا اتفاق می افتد و کارگران مهاجر بیش از سه برابر بیشتر در معرض آسیب قرار می گیرند. در این گزارش به قطر و چین به طور خاص اشاره شده است. قطر به خاطر بهرهکشی از کارگران خارجی شاغل در ساخت تأسیسات جام جهانی فوتبال 2022 به شدت تحت حملات گروه ها و نهادهای حقوق بشری است. این گزارش همچنین به نقض حقوق مسلمانان اویغور در غرب چین نیز اشاره کرده است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل روز 31 آگوست گزارش نهایی خود را درباره مسلمانان چین منتشر کرد و در آن از احتمال نقض حقوق بشر سخن گفت